به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. مسئولان ریاست زراعت و مالداری طالبان در قندوز می گوید که حاصلات خربوزه امسال در این ولایت 20% افزایش یافته است. عبدالغفار صدیقی سرپرست ریاست زراعت و مالداری قندوز می گوید حاصلات خربوزه امسال نسبت به سال قبل 20% افزایش داشته است. گفتنی است که خربوزه قندوز به نام های اسقلانی، ارکانی، زرمتی، جنتور، قندک، اندلک، آلپوچاق، برگنی سبزمغز و غازیخانی یاد می شود، اما اسقلانی و غازیخانی از شهرت خاصی برخوردار است. رئیس اداره خط آهن حکومت طالبان برای گفتگو در مورد پروژه ریل با مقامات پاکستانی و ازبکستانی به اسلام آباد رفته است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز گذشته گزارش داد که ملا بخت‌الرحمن شرافت با مقامهای خط آهن پاکستان در پروژه ترانس افغان گفتگو خواهد کرد. به گفته منبع، مسائل تکنیکی این پروژه در دیدارهای سه جانبه با مقامهای ازبکستان نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. ریاست امر و معروف و نهی از منکر طالبان در غزنی یک داماد را با 20 مهمانش در شب عروسیش در این ولایت بازداشت کرده است. منابع دوشنبه 26 سرطان می گویند که متصبان ریاست امر و معروف و نهی از منکر طالبان در غزنی شب گذشته این افراد را از ساحه نوآباد در مرکز این ولایت به دلیل پخش موسیقی در محفل عروسی بازداشت کردند. منابع افزودند که افراد بازداشت شده چاشت امروز پس از آن از سوی اداره امر و معروف دوباره از بند آزاد شدند که مبلغ 20,000 افغانی جریمه پرداخت کردند. منابع تاکید دارند که این اداره هفته پیش نیز در یک اقدام مشابه 10 تن را از یک محفل عروسی در ساحه نوآباد بازداشت کرده و پس از پرداخت جریمه دوباره رها کردند. خبری که از همه پنهان شده بود لحظات پیش بر رسانه ها درز کرد. مراسم فاتحه یک عضو طالبان که چهارشنبه در یک پایگاه نظامی ارتش پاکستان در ایالت بلوچستان حمله انتحاری انجام داد در میدان وردک برگزار شد. تحریک طالبان پاکستان، جماعت الاحرار و تحریک جهاد پاکستان نیز مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. منابع میگویند حجت الله ریحان یکی از عملان حمله انتحاری به پایگاه نظامی ارتش پاکستان در بلوچستان حمله کرده بود. در دعوتنامه مراسم فاتحه این عضو طالبان آمده است. حجت الله ریحان تقبل الله اخیرا در یک حمله قهرمانه استشهادی به مقام اعلی شهادت رسید. تشکر از توجهتون. تا بعد، بدرود.